سلام میکنم به دوستای خوبم در آترین من علی رجبی هستم خیلی از اوقات ما به عنوان یک عکاس یک ریتاچر به عنوان یک ادیتور حالا هر چیزی اسمش شما میذارین به عنوان یک علاقمند خیلی از خود ممکنه پروژه هایی رو از آرتیست ها یا هنرمند های مختلف ببینیم یا از ریتشار های مختلف ببینیم و همیشه با خودمون کلنجار بریم که چطور به این نتایج رسیدن چه اتفاقاتی و چه ابزارهایی با هم ترکیب شدن تا یک نتیجه به دست اومده من ما بخش جدیدی رو در حقیقت تو آترین داریم برای شما در نظر میگیریم که بیاد و این تصاویر رو به نوعی آنلاک کنه یعنی قفلشون رو بشکنه با هم بررسی بکنیم ببینیم از چه ابزارهایی برای انجام یک پروژه میشه استفاده کرد پروژه‌ای که معمولا میتونه قاعدتا هم جذابن و این نکته رو در نظر داشته باشیم دوستان خوب من که میتونه راه های متفاوتی برای رسیدن به یک نتیجه وجود داشته باشه لزوما راهی که اینجا گفته میشه راه تنها و قطعی نیست راه های مختلفیه تجربه های مختلف تجربه گوناگون قطعا شما هم تجربه های متفاوتی دارین که به حال اگر اینها رو به اونا اضافه بکنید میتونه به رشد شما کمک بکنه و به پیشرفت شما کمک بکنه من یک تصویر رو انتخاب کردم براتون از یکی از پوستر های سینمایی است که بزنم رسید جالبه و سعی کردم که اون رو دوباره بازسازی بکنم یه نکته مهمی هم که اینجا بهتون بگم اینه که شاید صد درصد ما به نتیجه که عینا در حقیقت به اون پوستر میرسه نرسیم ولی مسیری که طی کنیم در این راه حالا 90 95 درصد شما 97 درصد مثلا فرض کنید فونتایی که اینجا استفاده شده دقیقا شاید فونتایی نباشه که توی اون پوستر هم استفاده شده یا تکسچری که الان روی این دیوار هست دقیقا همون تکسچری که روی اون دیوار استفاده شده روی دیوار رو اون پستر استفاده شده نیست ولی به ما دید میده به ما کمک میکنه که بتونیم یک پروژه رو آنالیز بکنیم و و نکته بسیار کلیدی که شما باید توجه بکنید اینه که وقتی شما ابزار خوب بشناسید و وقتی بتونید خوب اجرا بکنید حالا اندیشه های خودتون رو میتونید پیاده سازی بکنید حالا ایده های خودتون رو میتونید پیاده سازی بکنید و در قالب پروژه های متفاوت به جلو حرکت بکنید خیلی خوب، میخوام این تصویر رو آنالیز بکنم دوستای خود من شما برای یک پروژه فوتومونتاژ که حالا من الان توی این پروژه فوتومونتاژ ممکن پروژه های بعدی ادیت رنگ و نور باشه مهمترین پارامتری که مهمی که شما بعد عکس هایی که در حقیقت برای انجام پروژهتون هست رو یا خودتون عکاسی بکنید به عنوان یک آرتیست یا به حال عکس های داشته باشید وقتی یک ایده به ذهن شما میاد خمیرمایه اولیه بسیار بسیار اهمیت داره من خودم شخصا برای پروژه شخصی خودم سعی میکنم اکثر کارها رو عکاسی کنم یا اگر عکسی رو میخوام حالا فرض می کمابیش کما بیش ممکنه که از عکس های دارم یا میخرم یا به حال از جای تهیه میکنم تا بتونم اونها رو استفاده بکنم لایه های این پروژه رو با هم میبینیم و بذارید من آلتو دارم و روی صفحه سفید کلیک کنم این پروژه یه دختر صفحه سفید بود که ما از ابتدا باز کردیم و با هم یک آنالیز خیلی خیلی ساده روی این تصویر داشته باشیم ببینیم چطوری و به کجا این در از کجا شروع شده به کجا رسیده چطوری این پروژه به اتمام رسیده البته تقدم و تأخر در انجام بعضی از کارها میتونه که متفاوت باشه یعنی شما ممکنه که الان یه کاری رو بکنید بعدا یه کار دیگه رو انجام بدید بعد اینا رو جابجا جا بکنید همه این تقدم و تأخرها توی پروژه ها هست همتونم به حال باش آشنا هستید خیلی ساده یه دونه عکس اینجا آسمان رو دارم یه دونه سان فاندیشن دارم اینقدر اومدم و آسمان رو خورشید رو اینجا کردم در حالی که روز زمانی که من خواستم این پروژه رو بسازم اول از دیوارها شروع کردم یعنی این یک دیوار سمت چپه دیوار در سمت دریس که باز شده و این همون عمقی که براش ساخته شده و بعد این دیوار سمت راست یعنی خیلی خیلی ساده اگر شما نگاه بکنید سه قسمت هست که کنار هم چیده شده بقیه لایه ها هم روشن میکنم اینجا ما آسمان رو داریم که این پشت اومده اون سان فاندیشن داریم اون زیر ساخته خوشیدمون رو داریم جاده که اینجا اومده و بعد سایه هایی که اینجا تولید شده قدم به قدم بعد نوری که این زیر هست و تولید شده و به نوعی تابش خورشید رو ساختیم اون تابش که از زیر در اومده و حال اینجا تولید شده و ساخته شده اون گلو افکت ما هست و تاریکی محیط داخل اینجا الان تاکید شده روش و سوژمون اومده سایش اومده سوژمون تاریک شده و فضای رنگی رو عوض کردیم و و و فلر و آیتم های از این دست که الان شما اینجا میبینید و دونه دونه اینها دارن خودشون نشون میدن و در نهایت یک لیات خوب میتونه که ما رو به یک نتیجه معقولانه برسونه خب این یک آنالیز خیلی ساده و کلی بود از کل کاری که ما انجام دادیم اما تو قسمت های بعدی میخوام به این نکته برسم و به این درس اشاره بکنم که چطور قدم به قدم ما اینها رو انجام دادیم و از چه تکنیک هایی استفاده کردیم برای اینکه به کمچین نتیجه برسیم در درس بعدی راجع به این نکات صحبت خواهیم کرد